چه سلام، مخلصم، حالتون چطوره؟ خوبیم؟ چه خبر؟ مال نبینی که خوشحالیم. خدمت واسهتون عرض کنم که یک هفته ده روزی هستش که درگیر کارهای ماشینم کلن خوابیده به تعمیرگاست و دیگه انقدر زندگی شهرنشینی رو فشار آورده بود دیگه سوار ماشینای همین کرایهی بین شهری شدم و اومدم روستا. جاتون خالی؟ اینجا یه روستایی هستش توی دامنهای هزار مسجد. امشب مهمون یه عزیزی هستیم و این طرف یک چشمه هست، یک چشمه آب قدیمی، و اون طرف هم داخل کوها که میری یک مسیری هستش که به مسیر ژرف معروفه. بریم. البته که الان که ساعت تقریبا 5 و تا یه ساعت دیگه هوا تاریک میشه، برای فردا میریم مسیر ژرف. همطور که داری میبینین بارون امسال فوق‌العاده عالی باریده اینجا و بریم با هم دیگه اول تا سمت مزرعه. فکر که الان پا مثلا به رو سنده. علیرضا آدم باش. خدمت رو عرض کنم که بریم اول تا لب چشمه با بریم داخل باغا، فردا هم که دیگه بریم یه مقدار پیاده روی توی کوهستان. با ما همراه باشید بچه. یعنی خدا وکیلی مثل بهشت شده این منطقه هزار مسجد روی حساب بارندگی بسیار بسیار خوب و عالی که توی این دو هفته آخر اومد و توی چه 10 روزی هم این ماشین لعنتی رفت تعمیرگاه. دو تا بارندگی و دو تا سیل خیلی خفن ما تو مشهد داشتیم و دو تا بارندگی خیلی توپ، خیلی توپ. اون عقب هم که داری میبینین بریم همین شکاف رو بالا میرسیم به یک جایی که چشمه آب معدنی هست و تو یک هوای خیلی دلانگیز و عالی. ای جانم چه سکوت و چه حال خوبی. جای همه تو خالی بچه ها، بریم به سمت چشمه آب معدنی. این شلنگایی که داریم میبینین یک دونه شیر آب توی روستا گذاشتن که از آب چشمه. چقدر دبی آب زیاده که داره فشار میاره به لوله ها. خدمت رو عرض کنم که یک شیر آب گذاشتن، حالا تو مسیر برگشت بهتون نشون میدم، و که از آب چشمه میاد. مردم روستا برای چای و اینجور چیزا از آب چشمه برمیدارن و خونه هم که دیگه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی همشون لوله کشی آب دارن. منبع آب سرریز شده، آبی که منبعی که از چشمه میگیرن و همونطوری که دارید میبینین آب همیشه داره هرز میشه میره به سمت باغای روستا. باورتون نمیشه الان فکرم دهم نزدیکای دهه اول خردادیم، هوا به قدری سرده که اینجوری با تیشرت که میای بیرون احساس سرما میکنی. بچه این منبعه، خب این منبعی هستش که شاید مثلا 40-50 سال پیش مردم روستا آمدن زدن و آب چشمه رو منتقل میکنن توی این. این شکاف رو اگر بخوایم ادامه بدیم تا تو خود کوهستان میره. این چشمه که بهتون گفتم بچه ها اینجاست، از زیر این سنگ این آب میزنه بیرون و اینجور که من از روستای صحبت میکردم شاید از 150-200 سال که چند تا نسل دارن به یاد میارن اینجا این چشمه آب بوده و این آب زلال و گوارا از اینجا تراوش میکنه و میره داخل اون منبع. توی ویدئوی بعدی بریم بالای منبع اونجا هم بهتون نشون بدم. این روستا بچه ها چون اقوام مادری من توی این روستا زندگی میکنن، یه چیز از دیگه 10-20 سال پیش
مردم روستا احساس میکنن که چایی که میذارن چایشون مزه لوش میده. لوش حالا همون لجن و اینها میشه و آب شیشه رو میبینی میان اینجا دپوش میکنن وصله این لوله ها میاد داخل این منبع و من روی این منبع هستم. بوی لوش میداده. بذاری من این دسته رو بچرخونم. بعد مردم میان چند نفری میان اینجا رو چک میکنن نگاه میکنن میبینن که یک حیوان افتاده داخل منبع. اون موقع این در نبوده، این دری که اینجا هست نبوده و یک حیوان افتاده داخل این منبع و به مرور حالا تجزیه شده و پوسیده و سر همین موضوع یه مقداری طعم و بوی لوش میداده که اومدن کلا آب منبع رو خالی کردن و گندزدایی کردن و دوباره پر کردن و مشکل به این صورت حل شد. اینجا خیلی شبا حیوان میاد، یعنی اگه یک دوربین تله‌ای بتونیم بذاریم از همین شیپ‌هایی که شما داری می‌بینین کلی روباه، شغال، کبک، حتما کلوبوز و اینا هم میاد چون چند سال است اینجا شکار ممنوع شده و خیلی شکار الان زیاده توی این منطقه و خدمت رو از کنم میان توی این چشمه آبشون رو میخورن و برمیگردن به سمت طبیعت. خیلی خوب، این دره که داری میبینی از اون بالاها خیلی آب میاد، خیلی سیل میاد و خوشبختانه توی این دو سه هفته ای که مشهد سیلای ویرانگر اومد اینجا اصلا سیلی نیومد توی این قسمت. بالا هم که همطور داری میبینی کوهستان کم کم داره میره زیر مه و بریم به سمت داخل روستا. این روستا خیلی جالبه، حالا بریم جلوتر براتون داستانشو تعریف کنم. این دیواره‌ای که دارین اون عقب میبینین دیواره پرسلابت دژ خدای آفرین هستش که شهر کلات نادر دقیقا الان پشت اون دیوار است. این وسط این روستای رودخونه رد میشه، اون ورا بهشون میگن یعنی قلعه ترک ها. اون روستایی که اون طرف داری میبینین از قدیم به نام قلعه ترک ها معروف بوده و این طرف رو بهشون میگفتن قلعه فارس ها که مردم اینجا فارسی صحبت میکنن، مردم اون طرف با لهجه و گویش ترکی صحبت میکنن. اینجا الان نزدیک 10-12 تا خونه هستش، قبلا 3-4 تا بیشتر نبوده و خاننشین روستا این طرف بوده. یعنی حالا میریم بهتون نشون میدم چند خونه قدیمی هستش که قبلا خانه ها توی این قسمت زندگی میکردن. ای جانم این بیده ها رو ببینین، سبیس داخل باغ ها رو که جمع میکنن میان جی میپیچونن تبدیل بیده میشه و حالا توی فصل هایی که حالا مثلا چیزه میدن به حیوان ها. این پایین اومدن اقامتگاه بومگردی زدن که حالا میریم از بیرون بهتون نشون میدم. این تو هم اومدن گاو بود. بله گاو. مرغ هم هستش. چه بوی باحال روستایی میده اینجا بچه ها، یعنی خیلی باحاله. این درخته درخت توت، من نزدیک 40 چند سال عمرمه. خب از وقتی که من بچه بودم و یادم میومد این درخت بود و هر چند سال میان هرسش میکنن. خیلی درخت قدیمیه، شاید 150 سال عمرشه و داخلش اصلا کلن سوراخ شده. دیگه خدمت با سعادتون عرض کنم اینجا هم که اقامتگاه بومگردیه، بریم بهتون نشون بدم. اینجا هم اقامتگاه بومگردی میوان هست اسمش و توی این یکی دو سه سال اخیر ساخته شده. یه اقامتگاه بومگردیه. خسته نباشید، حالش خوبه؟ این چند تا اتاقه که اومدن اونجا زدن و اون روبرو هم که باربیکیو شه و
اینجا به احتمالا میخواد حالت کلبه درختی اینا بزنه. نظر شما چیه؟ خیلی باله. از اون منبع آبی که بالا هستم یک شیر آب اینجا اومدن زدن که آب معدنی که اون بالا توی منبع هست چقدر روستایی ها عجیبه براشون. یه دونه تصدا باشید شیر آب هست که حالا بیان از شهر پر میکنن و برای مصرف خونگی چای و اینا رمنان با خودشون میبرن شهر. سیستم جمع‌آوری زباله روستا اقامت که بومگردیه جای خوبی نسبتا خورده. این ورودی روستاه، از این سمت میای ورودی روستاست که ایور میره سمت قلعه فارسا، ایور میره سمت قلعه تورکا. دقیقا همین روبرو اومده این اقامتگاه بومگردی میوان رو اومدن زدن. توی تبلیغات هم نوشته بود اقامتگاه بومگردی در کنار چشمه آبهای طبیعی، همون چشمه‌ای که با همدیگه رفتیم درهای قدیم. قبلا دیگه خودتون میدونید یا سبک روستا همه به این صورت بود. دیگه از وقتی که این وامای نه 50 تومن 100 تومن 200 تومن رو میدن، دیگه هر کسی که خونه قدیمی داشته باشه بعد خونه قدیمیش رو بکوبه تا بتونه از این وام استفاده بکنه و در کل اون سبک و سیاق قدیمی روستایی با این کار داره کلن فاتحش خونده میشه. اینجا هم که دبستان و راهنمایی روستاست که دختر پسرها با هم هن و هوایی داره، هوای روستا اصلا یه چیزه که لعنتی آدم رو مست میکنه. این دوربینایی هم که اومدن اینجا زدن بچه ها یخ فکر نکنین، توی روستای قلزو هم که رفتیم اون قار قارانقلق رو بهتون نشون دادم این دوربینا بود. فکر نکنین اینا بر راهنمایی‌ندگیه، اینا احتمالا سیستمای نظارت اطلاعاتیه که بفهمن کی میاد کی نمیاد داخل روستا. این باغ هم مال همین آشنامونه که میریم پایین اونجا هم بهتون نشون میدم. این درخت همیشه اندازه که 200 سال این درخت گردو عمرشه که متاسفانه همین کرم خراتا اومده زدش. و اینجا هم که پست ماهواره‌ای مخابراته که فقط مخابرات و اینترنت نداره این روستا. عجب راه پرشیبیه. ببینید هر کی رو داری میبینین یه دونه هدلایت اومده روی ماشینش اومده نصب کرده و شب دیگه کور میکنن ملت رو. چی بگم والا، ای کاش قانونی تصویب بشه برای هدلایت ها. آقا اگر چشت ضعیفه نمیتونی ببینی، نیاز به نور بیشتر داری، لالا کن صبح را بیافت، هوا روشن را بیافت، نه اینکه ملت رو کور بکنی با اون خدمتون عرض کنم نور تخمی که ماشینت داره. از همین مسیرها دارم میرم به سمت این باغ. چقدر تو بچگی من اینجا خاطره دارم، یعنی خاطرات خوب ها، خاطرات به شدت مفید و ارزنده. جوب آب بود اینجا دقیقا یادمه و صدای پرنده ها رو فقط داشته باشید. این درخت گردو یه چیز بالای 100 خورده ای سال 200 سال عمرشه و هیچ حتی یک دونه گردو هم الان شما روش نمیبینید. اما متاسفانه این آفت کرم خراتا که اومده کلن فاتح اینجا رو خونده. سیویسی که میگفتم احتمالا سیویس بچه ها یک عبارت محلی ممکنه باشه. این شبدرا و این علوفای داخل باغ رو شبدرای اون جلو میان درو میکنن و میپیچوننشون حتی بیده میشه. هیچ من الان
یه چند دقیقه داشتم دقت میکردم هیچ گردویی با این درخت نداره، در صورتی که همین یک دونه درخت وقتی که من یادم میومد انقدر بار گردو میداد که یک خانواده معاشش در طول سال کلا تامین میشد. همین درخت گردویی که داری میبینی، ولی اون بالا همین خشکه و متاسفانه این آفت کرم خراتا کلا این درخت رو مریض کرده. خیلی کار دردمندشانه ای بود نه؟ خوره درخت سیب بود بچه ها اینجا، ولی الان فقط همین یه دونه درخت بیشتر نمونده که اینم درخت سیب نیست، درخت زردالوه. یه چیزی که خیلی جالبه تو این روستاها، حالا میریم جلوشون رد میشیم، این مردای روستا هستن که عصرا میان میشه سر گذر و تردد هر موجود دو پا چهار پایی رو با دقت نظارت میکنن. چه حالی میده، بگیر اینو بخوابی، حیف خیسه، بارون اومده. احساس کنم خیلی دارم ویدئوهای الکی میگیرم. اسم این روستا همینطور که بهتون گفتم توی سرچ هم بکنی، حمام قلعه هست. حمام به این خاطر که این بنای روبرو همون بوده که منم خاطره دارم، این تو من رو برده ای تو شستن بچه که بودم، که اولین روستایی بود توی مطرح کردناده که داخلش حمام داشت، که دیگه الان چندین سال دیگه چون داخل خونه پر حمام هست دیگه اینجا به قول معروف جمع شده و شیخ روستا رو آمدن توی حمام سکنا دادن. وای وای وای، این سگه بدبخت زوزه کشان داره فرار میکنه. علت چنین هست که این طول سگا هر کدوم یه دوی تیرکمون یا پلخمون دارن، سنگ رو با شتاب بسیار زیادی به سمت این حیوان تفلکی زده، الان پاش داره لنگ میزنه. تمام بچه های این روستا مسلح به سلاح پلخمون هم. بچه ها بهتون گفتم قدرت خدا انقدر امسال بارندگی بعد ای توی منطقه خوب بوده که الان نمیشه گذر کرد مگر اینکه کفشا رو خیس بکنی. اونجا یه دونه پل هست، یه دونه پل چوبی هستش، اما به اونجا نمیشه رسید و کلا این کال رو اومدن اینجوری دیوار کشی کردن که جلوی سیلای فصلی رو بگیره. چقدر برای این مردم روستا عجیب و جالبه، جالب که نه عجیبه، یک آدم غریبه میبینن مثلا با این تشکیلات فیلم برداری در دست این پل رو میخواستن بزنن، گویا مهندسی شده نبود، آمدن این رو زدن ولی هنوز پله هاش رو اینا رو کامل نکردن. این همون شیر آبی بود که بهتون گفتم و جلوش ها بومگردی این برای قلعه فارس هست و این طرف هم که دیگه قلعه ترک ها. طول سگا هم نگاه سنگ میدازن توی آب، نمیتونه بلند کنه انقدر سنگه سنگینه. بچه یه چیزی رو بردار از قدت باشه. این تیرک هم تمام خونه های روستایی قبلا سقفاشون از این تیرا بود دیگه، الان دیگه با مساله جدید که عوض میکنن دیگه این تیرا خیلی هاشون میفروشن، عجیب آتیش خوبی هم میده، به خاطر که شاید مثلا 50 سال 70 سال خشکن زیر سقفن و در کل حال و هوای روستا سگره چاجه همه تو خالی، هوا خیلی عالی. فردا این مسیر رو با هم دیگه میریم داخل زو، میریم تا پشت کوها. خیلی خب، احساس کردم دیگه خیلی پرحرفی کردم براتون، چقدرم برای مردم عجیبه. نگاه کن مثلا همهشون دارن این ور نگاه میکنن که مثلا یارو کیه داره مثلا چی فیلم چی میگیره. یکی از این تخم سگا فیلم بگیریم،
بچگی هم عالمی داره. یه الان شیر رو میذاری فردا چی کره میشه؟ پنیر میشه؟ چی میشه؟ نه الان که میخوایم پخته کنم. خب میخوام گرمش کنم، بعد پخته کنم، بعد هیر ماست کنم، بعد کره درست کنم. آه. آه.